یکی از اتفاقات خیلی رایجی که توی چیپ ها میفته اینه که LED SMD به راحتی میسوزه. ببینید دوستان، و اگر به کل این قسمت نگاه کنید ببینید که حرارت آنچنانی روی این DOB وجود نداشته و نمیتونه به راحتی این LED SMD سوخته باشه. پس یه اشتباهی وسط وجود داره. اشتباهی این قسمت این بوده که ببینید فاصله هوایی رو، اینجا یه فاصله وجود داره که باعث میشه که این انتقال حرارتی به سادگی انجام نشه. ولی شما توی این قسمت نگاه کنید فاصله هوایی به حداقل خودش رسیده و به راحتی این انتقال حرارتی انجام میشه. تنها دلیل سوختن این همین بوده که این فاصله هوایی وجود داشته. و یک دومین اشتباهی که اینجا وجود داشته استفاده از چسب سیلیکون بوده برای زیر DOB که شما باید از خمیر سیلیکون استفاده کنید. خب ذریب انتقال حرارتی هر دوتا یکیه، اما که از چسب سیلیکون استفاده میکنید، چسب سیلیکون خودش یه لایه ایجاد میکنه ولی خمیر سیلیکون نه. در صورتی که شما خمیر سیلیکون استفاده کنید به سادگی تمام این درزها رو پر میکنه. شما برای اینکه این DOBتون نسوزه حتما باید این قسمت ها رو پر کنید. حالا من با چیپ جدید اینو جایگزین میکنم و بهت نشون میدم که چجوری من این قسمت ها رو پر میکنم. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره، من قبلا اومدم این قسمت رو سنباده زدم. نگاه کنید این قسمت رو، ببینید این خود جای سوراخکاری خودش یه برآمدگی داره. پس شما باید با یه سنباده ای این قسمت و این برآمدگی ها رو بگیرید، این برآمدگی ها رو بگیرید تا اینکه چی به درستی روی سطح بشینه. حالا این قسمت ها به خاطر وجود چسب سیلیکون یه فاصله ایجاد شده و این ایجاد فاصله باعث میشه که چیپ توی این قسمت ها به درستی نشینه. خب من الان این قسمت ها رو کامل با سنباده میگیرم و میام از خمیر سیلیکون برای این قسمت استفاده میکنم. کامل این چیپ رو میچسبونم و بهتون نشون میدم که چه اتفاقی برای این چیپ میفته که خیلی کار درست و شیکی بشه. من تمام اون قسمت هایی که چسب سیلیکون بود و تمام برآمدگی هاشو با سنباده گرفتم و میبینید که سطح خیلی صافی شد. حالا یه شیارهایی ببینید رگه سنباده اینجا وجود داره. خب رگه سنباده رو حالا ما با چی باید پر کنیم؟ شما باید با خمیر سیلیکون این قسمت ها رو به سادگی پر کنید که من میام خمیر سیلیکون میزنم، نه به اون اندازه که مثلا بیاد کل قسمت ها رو حاشیه ها رو پر کنید. خمیر سیلیکون وقتی میزنید خودش اون سطحی که نیازه رو پر میکنه و با فشاری که چیپ روی صفحه ایجاد میکنه اضافهش از صفحه خارج میشه. پس یه به مقداری بزنید که شیارهایی که نیاز پر بشه با اون خمیر پر بشه. زمانی که دوتا فلز به هم دیگه وصل بشن یه شیارهای میکرومتری وجود داره که به سادگی با اون چسب از بین میره. خب پس میایم از اون چسب استفاده میکنیم و چیپمون رو اینجا پیچ میکنیم. ما اومدیم سطح رو با خمیر سیلیکون پوشوندیم. سطح رو که با خمیر سیلیکون پوشوندیم ببینید وقتی که این چیپ رو روی سطح قرار بدی کمی به چرخونی خودش کل سطح رو میگیره. خب و اینکه تمام سطح رو با این خمیر سیلیکون میپوشونیم. خب وقتی چیپ توی حالت اوکیش قرار گرفته ببینید بچه ها تمام قسمت های چیپ به درستی نشسته. حالا ما اگر فکر کردیم که مثلا نگاه کنید شما این قسمت رو فوق العاده عالی روی صفحه نشسته،
ببین اگر احساس کردی فاصله ای وسط وجود داره، من مثلا اگر فکر کنم اینجا فاصله ای وجود داره که تمام فاصله ها گرفته شده، اگر فاصله این وسط وجود داشته باشه، من با سنباده زدن و خارج کردن اون چسب اضافه، یعنی شما وقتی چسب سیلیکون میزنی خودش ایجاد فاصله میکنه تو بعضی از قسمت ها، ولی من با خمیر سیلیکون تمام این فاصله ها رو پر کردم، چیپ به درستی و زیبایی سر جای خودش قرار گرفته. حالا میام اون قسمت هایی که نیازه رو لحی میکنم، اون قسمت هایی که نیازه رو لحی میکنم تا اینکه بتونم ازش استفاده کنم. قسمت هایی که باید لحیم بشه L و N هستش، که یکی این قسمت هستش که هم L میشه اینجا. خب کار این بورد به خوبی تموم شده، میبینید که چیپ به درستی سر جای خودش قرار گرفته و هیچ فاصله هوایی وجود نداره و مطمئنا سالهای سال این چیپ به راحتی کار میکنه.